موشکاف. سلام از کردم کوچیک شما موشکافم. آقا دور بعدی مذاکرات توی راهه و دل عظما مثل سیر و سرکه در حال جوشیدنه. حالا تو این بوبوه گله از پاسدار بسیجی های ترمز بریده ولایت اسم خودشونو گذاشتن دکتر و استاد دانشگاه، بعد دور هم جمع شدن و برای زدن پنبه توافق ژنو یه همایش ترتیب دادن، همایشی به نام دلواپسیم. حالا دلواپس چی؟ عرض میکنم خدمتتون. هدف آمریکایی ها خشک کردن درخت هسته‌ای ایران است. سوال بنده از رئیس جمهور این است که ما باید شناسنامه داشته باشیم، به طوری که شناسنامه بنده نیز مشخص است. آیا موافقان توافق ژنو هم شناسنامه دارند؟ دولت به دنبال آن است که مشکلات را با تعامل حل کند و با کت خدا صحبت کند. اینها به دنبال حراج گذاشتن آرمانهای امام هستند. حکایت همونه که به ده راش نمی دادن سراغ کت خدا را می گره. حالا این وسط حراجی آرزوهای تاریخ در رفته امامش پیله کرده به تک زنگ شیخ فری به کت خدا. از اون طرف شیخ فری که فهمید دلواپسان نظام دور هم جمع شدن، معطل نکرد و یه عده دیگه رو به اسم اساتید نمونه دور خودش جمع کرد تا یه توفکی برای دلواپسان نظام صرف کنه. اون چه من میفهمم در این کشور، ما با دنیا راه تقابل نمیتونه راه موفقی باشه. من از اول گفتم راه این دولت راه تعامل با دنیاست، تعامل سازنده. تا میگیم تعامل سازنده، یه عجب میخواید بسازید با دنیا؟ نه خیر، میخواییم بجنگیم، خنجر میخواییم بکشیم. یواش بابا حاجی بنفشه، تو نرو. بالاخره تو اهل نرمش و اعتدالی یا تو کار تندرویی و افراطی؟ اون چه من میفهمم تندروی و افراط به ما لطمه زده. راست چپ فرق نمی کنه، من کاری به جناح ندارم. تندروی و افراط نفعی برای این مملکت و این کشور نداشته. ما باید مسیر اعتدال، مسیر عقلانیت، فضای آرام، فضای بحث. درست در زمانی که شیخ فری داشت زهر رو تو گلاس عقلانیت میریخت و با روزه بنفشش رو به دلواپسا دل خالی کرد، همون یارو قدوسی این بار تو استبل مجلس یقه شیخ فری رو چسبید و خیز برداشت که گیلیم از زیر پای حسن کلیساز بکشه. نباید قوه مجریه و رئیس آن پای خود را از گلیمش بیشتر دراز کند که در این شرایط ملت آن گلیم را از زیر پای شما خواهد کشید. دوم به کوسه که همین شیخ حسن فریدون روحانی باشه، به فرموده پدر خواندهش پا رو گذاشت رو پدال تو سری زدن و رو به دل با پسا گفت جمع کنید کاسه کمچتونو، وسط این تحریما گلیممون کجا بود که شما بخواییم بکشی؟ این دولت معتقد هست در این کشور تحریم ظلم بزرگ برای ملت ایرانه. حالا ای کسی خوشش میاد از تحریم بیاد استدلال بکنه، بگه دلیلش. ما میگیم تحریم یعنی اینکه شما اگر جنسی میخوای صادر کنی نمیتونی، حتی اگر وسایل آزمایشگاهی میخوای صادر کنی نمیتونی، میخوای وارد کنی یا نمیتونی، یا باید به چند برابر قیمت یا لا حداقل به درصدی بالا از قیمت وارد کنی. اینجا نقطه ای بود که بنده موشکاف دوچار سوال شدم. حالا چرا دوچار سوال شدم؟ چون هم شیخ فری هم جماعت دلواپس جفتشون میگن مذاکره. اینها ببینید پاسدار کوثری که از اون کله خراج پیشونی سیاست چجوری واسه مذاکره له له میزنه. ما هیچگاه مذاکرات را قطع نمی کنیم،
چون منطق داریم و می توانیم ثابت کنیم که در چارچوب معاهده NPT تقلبی نکرده و در راستای این چارچوب حرکت می کردیم. آره، سوال موشکاف دقیقا همین جاست. آقا اینا که جفتشون با مذاکره موافقه، پس دعوا سر چیه؟ پاسخ موشکافو دو نفر دادن، یکی پاسدار کشکی، یکی همون قدوسی دلواپس. اگر توافق ژنو را بپذیریم باید با حسن نصرالله خداحافظی کنیم. ما این بیسوادی را میپذیریم. چه نشسته اید و چه خبر دارید سید حسن نصرالله؟ در دیداری که با اعضای کمیسیون امنیت ملی داشت اشکهایش جاری بود. اشکهای یارو کم جاری بود، کم گریه میکنه. اگه نوچه های درون مرزی و برون مرزی ولایت بدونن چه سونامی تو راهه، باید بشینن و خون گریه کنن. بله، دعوای کوسه و عظما درست همین جاست. کوسه و شیخبری میگن یه راه داریم، اونم سرکشیدن زه تا ته ته تهشه. عظما میگه نه، تا تهش نه، منطقه ای نه، حقوق بشر نه، نه نه نه. خلاصه وسط جماعت دلواپس یکی هست که کارش از دلواپسی گذشته و انداخته تو وادی دلهوره. اسمش چیه؟ سید علی خامنه‌ای. موشکاف، با آقای موشکاف.